طالبان در آستانه دو سالگی سالگرد کودتا و دستیابی به قدرت در افغانستان قرار دارد در طول این مدت مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور حتی یک روز با ثبات و امنیت در کشورشان را ندیدند و از گوشه و کنار این کشور اخبار قتل، کشتار، پایمال کردن حقوق و انواع جنایت ها به گوش می رسد. در جدیدترین جنایت رخ داده در افغانستان زیر سلطه طالبان اعضای خانواده به طور مرموزی به قتل رسیدند همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد قتل هفت عضو یک خانواده در استان برخ در شمال افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس یک بار دیگر مسئله قتل‌های مرموز در زیر سلطه گروه طالبان را برجسته کرده است. فرماندهی پلیس طالبان در استان بلخ اعلام کرده که جمعه شب هفت عضو یک خانواده در شهرستان چمتال این استان به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسیدند. فرماندهی پلیس افزود اعضای این خانواده به صورت گروهی به قتل رسیدند و آنها در حال بررسی انگیزه و اهداف آن هستند. اما منابع محلی میگویند که این خانواده از ساکنان روستای اسپیچس اسمیدان شهرستان کوهستانات و استان سرپل بودند که در روستای جرقلعه و شهرستان چمتال استان بلخ زندگی میکردند و به صورت بیرحمانه به قتل رسیدند فرماندهی پلیس طالبان و منابع محلی تاکید کردند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حادثه بوده و از این خانواده تنها یک کودک دو ساله زنده مانده است هنوز روشن نیست که اعضای این خانواده چرا و به دست چه کسانی به قتل رسیدند هرچند که پلیس طالبان در بلخ اعلام کرده که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است شهروندان افغانستان از عدم تامین امنیت توسط طالبان انتقاد می کنند و میگویند آنها در شناسایی عاملان قتل های مرموز شهروندان ناکام بودند اما برخی کارشناسان در گفتگو با رسانه ها میگویند افراد طالبان خود در قصد های مرموز دست دارند. گفتنیست از زمان تسلط طالبان بر افغانستان قصد های مرموز روند رو به افزایش داشته و همه روز خبرهایی در رسانه های افغانستان از این گونه قصد ها منتشر شده است. تا کنون بیشترین قربانیان های مرموز، زنان، کارمندان دولتی و فعالان فرهنگی بودند و روند های آنها به صورت سریالی ادامه داشته و نیروهای طالبان نه تنها به مسئولیت خود در قبال حفظ امنیت عمل نکرده اند بلکه در بسیاری از حوادث اعضای طالبان مسئول قتل افراد بودند. فاطمه موسوی اخبار شیعه